با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. من در کلیپ بعدی شما اخبار تکمیلش میکنم از داخل حکومت. چیزی میخوام بگم که یه خورده تعجب رو براتون ولی واقعیت داره و خلاصه انگلیس وارد قصه شده با لاریجانی که بهتون میگم، ولی اینا هیچ کم راه به جای نمیبرن. علت اصلیش این است که خودشون خسته میکنن به خاطر نمیدونن که با ملت با هم هستن. دیگه اون زمان گذشت، ولی خب عادت کردن به این دریوزیکی و به این دزدی ها و به این خطی عادت کردن و نمیدونم ملت هوشیارتر از این حرف هاست. صد تا اشوارم درس میده. پست جالبی دانش نیم قرن است که او را تخریب میکنند. البته ملت ایران نه، که تخریب میکنند همون که از اول هم جا بودند، نون تخریب خوردن، با تخریب بزرگ شدند. نیم قرن او را تخریب میکنند، نه گرایی میکنند نه قهر میکنند. او با ایران است، با ایران برای او دقیقا همینه. اون میدونه، مردم میشناسه، ککشان نمیگذه خاص خود خاصه کنه و چه بلایی سر شما ها بیاد، چه اتفاقاتی بیفته خدا میدونه. من یه آقایی به من زنگ زد، البته تلویزیون توی شبکه دیدمش، ما این حکومت ما نگه داریم، ما حکومت ما شخصیت داده، به ما عیل داده، به ما بل داده، با نظام به ما نقضی حرف بود. دوست باری دارم اینجا به من زنگ زد که خود خاصه نکن، گفتش که ما راهمون رو بلدیم، درست داریم میریم، خطا نمی کنیم. خب که حرفت بودم این سال من جواب میدی؟ گفت که آره. بفهمید من جواب میدم، 10 تا سال جواب میدم، گفتم یه سال چه ندارم. گفتم از یه ما حکومت حمایت میکنی؟ گفت بله. گفتم 100% گفت آره. گفتم هیچ کاش خطا نیست؟ گفت نه. گفتم در تمام جرماش هم شریک هست یا نه؟ گفت جرمی نمی کنه. گفتم باری کلا به تو، الان هیچ کار نداریم، همین پهپادهایی که میده به روسیه و اوکراین میزنن، آیا یه نفر بیگناه کشته نشده؟ گفت خب خیلی شده. گفتم خوش کردن کیه؟ گفت به ما. گفتم نشد، سرت رو کسی برد نکن. در تمام جنایت سوریه، عراق، یمن، فلسطین، همه جا شما شریکید. شما شریک جرمید که حکومتی کارا رو میکنه. اون آقای رایفپور شریک جرمه، اون استاد فلان چی تو مشهد داشت، اون چهره شریک جرمید. تا شبکه‌های تلویزیون، تو افراد مزدوری که اونجا هستن، تو در تک‌تک خونه‌ای که تو اوکراین خرید شریک جرم هستی. گفت فلان مون تو حرف. گفتم عزیز من، حرف بزدن، کوکت کردن، پولت کردن اینو نیست. تو شریک جرمی، بلا بر سر میاد، جواب پس میدی، جواب پس میدی، استخونات خورد میشه. خیال که شهر هر در قرار باید بکنی؟ من از دیدگاه که آقا فلان میتونی، نه اصلا کار دارم، حکومت فلان بهتر حکومت دنیا. عمل کردش مهمه، نیاتش مهمه، رفتارش مهمه، تو از حمایت میکنی، تو شریک جرمی. این یعنی چی؟ همون حرفی که چندین بار گفتم، اگر کسی ببیند کسی خطا میکند، خطا میگه، خطا میره، سکوت کنه، با سکوتش تایید کرده و باید بسوزه. میسوزید شما، شک نکن. اونایی تو گوشتون خوندن رو بده فاتشو اون حرفا مصباح رو بزن ستاش کن برستی رو سیفوش هم بشید. بعد شاسته خب میدونه، میدونه که چیز میکنم محفشانت نور و سگ آو کنه، طبیعیه، هیچ شکرش نیست. علی اکبر ولایتی، حمایت روسیه در ماجرای جزای ایران از روی سادگی اشخاص بود. بارکلا به شما آقای حمایتی، بارکلا آقای ولایتی. یهودی سرگردان، جنایتکار بزرگ، خدا خوب ذلیلت کرده. اگر این تیره کشید نبود اول کجا میرفتی تو؟ یک روز بعد از معافیت پرداختی بدهی به ایران، آمریکا 14 بانک علاقه تحریم کرد که باید طریق بانک های دیگه خود بده و یک بازی کوستی مثلا بگیرن، بعد پول هم ایران نمیده، باید بدهی خودش مثلا خودش برداشت میکنن دیگه، بس هلنده است. طرح جدی دولت برای بنزین هر لیتر 18,000 تومان. طبیعیه، مجبوره، ناچاره، ولی ترکیه شامت رو داره و اعلام کرده در دیروز تا حالا بنزین و گازی لیتری 6 لیر گرون شده، هر لیتر 6 لیر گرون شده. اما ما ها که به سیر یک تومن از 6,000 ریال داریم، یک تومن دیدیم به 3,000 تومن، 3,000 برابر شده، میدونی که 3 برابر شده، 6 برابر شده به در اینجا، برای ما خیلی چیز عادی و نرمالی هست. سنگال که رفته آقای چیز، این یک باری خبر چند سال پیش اومد، حالا باز دوباره تومن یک نفر کی رفت افتاکی یادم نمیاد، اما جا بپی کنم، میلیاردها دلار هزینه کردند، در سنگال کارخانه ای زدند، رئیس جمهور 6 کلاسه افتتاح کرده، بعد فهمیدن کشور برق لازم برای تامین برق کارخانه رو ندارد. این اتفاق در امزاد افتاد. بعد نیروگاه برق هم بزن چه اتفاق می چقدر مصرف چی بالا داره فلان داره بیزار داره.
سوخستنش دوره مشکل رو ولش کرده، باز آقای رئیسی از هم کارها رو افتاش کرده، باز یکی باز بر نداره. من اون سنگال خلاصه چیزی دیده خوش کرده. اعتراض شبانه، فرد شبانه مربدی طور در کرمانشاه و شهر مختلف دیگه شروع شده. این یک شیوه جدید مبارزه است که به قول معروف اعصاب اینا رو اعصاب راه میرن و اینا رو به هم میریزنشون. البته بهتون بگم، به جرأتتون میگم، بالغ بر 90% نیروشون ریزش کردن و نمیکنند. ارزش پول روسیه 64% کم شد. مبارکتون باشه. از این پولی رو قاطی بکنید، بیاید صفر برسید. بیاید تو کار رو براتون میگه. بیاید خاک سیاه بشینید. بچه من داده شما نوات هنده، چین هم که روشه. چین 21% بیکار داره، یعنی چین فاجعه 21% شما حساب کنید، مثلا یک میلیارد چه حساب کنید، بیاید چقدر میشه. چی کار بسید؟ بعد چینی ها به هم رحم نمی کنند. چینی ها یه قوم خاصی هستن. این شهر با اون شهر فرق داره، باید ببینید از نزدیک. زمین تو من فهم کنم. من باید چینی زندانی بودم، بعد دیدم چقدر عصبی هست کدوم آورد این گوشه گوبر به کاجو بود مد کرد. آمریکا 14 بانک عراقی رو برای جوری گرفت انتقال دلار به ایران تحریم کرد. البته 80 شبی اینا رو میگیرن، قرارش اونها بگیرن و کار دیگه بکنن یا بازیشون دیگه. چقدر گرفتن این تعیین گفتن آزاد کردن و چقدر گرفتن که باز به معرفش که ایجاب میکنی کار انجام نشه. مؤسسه من یکی بخونم، من دارم میخونم، من یکی توی ایران خیلی دیدم، خودم به این دیدم. بعد از دن جزائری یه آخوند بود توی اهواز، این مسئول منکرات بود، مسئول منکرات بود. خود این بشر اون زمان دوربین فیلم برای اینا زیاد نبود، 144 زن شوهردار رو بهش تجاوز کرده بود. ریسی داد بسری بندر عباس، من اونجا شاست واسده بودم بیرون حسارش نبود، میگفت این رو زندانه خیلی اسلام بابا ایشتی بیدش بود که فردا بهش مرخصی بدین، به زنه ازده بدین بره پیش شوهرش، پس از شب زنه پیش من. اون رو بیدم بود شد خیلی دیگه بودم. رئیمی کردستان سرپرست مسئول فاسد، خودش فاسده، مخبر خودش اند فاسد دنیاست. همه این همینطور هستن، همیشه اینجوری هست. این چیز تجربه نیست. یا آقای سعید توسی افسادان مؤسس کارگاه افاق و حجاب در گیلان بعد گزارش ها رابطه جنسی با یک مرد جوان برکنار شد. اینا همه کارش همینه، برای همین کارا میاد برای کارا. روزنامه کیهان، مبادا برای یک مش رای در برخورد با بی حجابی عقب نشین شود. خاطر جمع باشه، اونا آدمای خودتون هستن، اونا مزدور خودتون هستن، پرسته خودتون هستن. با حجاب بیان، بی حجاب بیان، لخت بیان، یه تیکه بیان، دو تیکه بیان، بی تیکه هم بیان، شما برای رای همه کار میکنید، همه کار میکنید. قیافتون رو میبینم کیف میکنم آقای شاید نداری. یه جمله قشنگی خوندم، حالا بعد سوارش تو بکنم. محرمی نیست وگر نه که خبر بسیار است. آقای آتلا مکارم شیرازی، سلطان شکر ایران، انحصار شکر ایران، ولی خب گنزد به همه چی رفت. مسئولان آنگونه که باید و شاید نتوانستن، نخواستن مشکلات اقتصادی رو برطرف کنند. هم نخواستن هم نتوانستن. نخواستن بخواد دستور در باباشون بوده، نتوانستن ارزه این کارا رو ندارن. دوستان شکر یک اصطلاحی داره، اونا که فنی هستن میدونن، برام بریکس. یک کیسه شکر برزیلی بریکسش مثلا وقتی میارن یک کیسه 50 کیلی، مثلا بریکس این 14 است 16 است 15 است، یعنی که اینقدر شیرین میکنه. شکر از جایی میخرن با بریکس 10، همون مقدار قیمتون عرض میکنه، از اونجا از کشور دیگه میخرن با بریکس 10 یا 11 اکثر وقت میارن، همون مقدار میارن با قیمت بالاتر میفروشن، ارزون میخرن بالاتر میفروشن. ما اینقدر شکر آوردیم، اینقدر کیسه آوردیم، اینقدر شکر که چند تا شکر آوردیم. اون اوایل سال از جنگ گذشته بود، یه آقای اومده بود اسمش خدا کنه یادم بیاد، اومد شمال 500 کیسه برنج 50 کیلویی، میدونم 150 تخت فرش فلان 12 اینا رو گرفت برای جبهه ببره. بعد رفت تهران، بعد من رفتم تهران ببینم چیکار کرده. دیدم چند تا رفت، چند نفر آورده، چند کیسه آورده، همه کیسه 5 کیلو آورده، کیسه 50 کیلو تو 5 کیلو می‌ریخت تهران کیسه رو درست بکنه. فرشای یک کلیم در دو همچین کوچیک فرش ماشین آورده بود که تعداد فرشا درست بکنه. همین هم بشه. نسل ماندلا میگه برای آزادی لازم نیست آسمان و زمین رو بخرید، خود فروشه اون برای آب. به اصطلاح روشن فکرام،
لازم لازم نیست آسمان زمین رو بخرید، تنها خودتون نفروشید که فروختید دیگه. بله، من این مطلب رو بعد از این خواهم خوند، راجع به بس پهپاد رو صحبت خواهم کرد و دولت بریتانیا از استراتژی جدید خود داره مقابل با تروریست رو نمایی کرد. تمام خیابانش تانک آورده، زدش رو شورده. اونا تروریست نیستن، اونا ضد حکومت شما هستن. ما کسایی هستن که از حکومت شما، از دولت شما، از ظلم و ستم شما چونشون میگه رسیده. اونا تروریست نیستند. عکس هم انداخته، دولت بریتانیا از استراتژی جدید خود داره مقابل با تروریست رو نمایی کرد. عکسش هم هست، پلیس هم چیزه. اونا تروریست کارشون میره، اینا خیابان شما بستید. عضو رئیسی مجلس خبر خیلی خوبی داد، دستش درد نکنه، واقعا خوشحال شدیم که مردم میتونن خانه‌دار بشن. گفته که عضو رئیسی مجلس گفته زمان انتظار خانه‌دار شدن حقوق بیگران بیشتر 90 سال است. چه دیگه نیست دیگه، یعنی خوب 100 سال مونده پایت، خیلی 10 سال خیلی پیش رفته بود. آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای تاج چی شده؟ چی شده؟ یه چیزی شده دیگه حرف میزنی نه؟ مهدی تاج باید رسانه رو کنترل کرد تا سوال نامربوط نپرسن. همه سوال نامربوط دیگه، حالا دزدی شما، خیانت شما، پارتی بازی شما، جنایت شما و و و و دیگه آقای تاج دیگه چشم بهشون میگه اینا لج میکنن، بدترش میکنن چون شما پاسخی ندارید، هر کاری کردید گپ زدید. وزیر علوم خوش آمدی رو استاد مشهدیه گفت خاک تو سرش میکنن دیگه میذارمش. یه قیافه دست آدم عجیب شاخ در میاره. وزیر علوم با توسل پنجتن آل عبا اولویت های بلند خوبان مرتبا مشخص کردیم. این دیگه کی بوده؟ بعد یارو که میگفت شمشیر زدی 74 کیلو بوده، بعد از اون این دیگه نفر دوم این هست. قیافه شما مشابه داره نسبت شد باید داشته باشه. احمد جنتی دبیر 97 ساله شورای نگهبان بار دیگه در این مقام ابقا شد. یعنی واقعا خر میخنده یک کار اینها با او هزین نیاده سرطان ها. چراش من نمیدونم، واقعا چراش من نمیدونم، خودش نمیدونم برای چی هست. چی هست 97 سالشه نمیتونه حرف بزنه دیگه، باز ابقا شد در پست خودش. ایران خودرو نیمه تعطیل شد، کمبود قطعه دلیل تعطیل شده ایران خودرو هست. کاش که خود از اون اول تعطیل میشد، وقتی دلار افرا 100 تومن باید گرد تعطیل میشد، ولی خب نکردید. اون یکی از چاله هایی بود که چاله بود که پر نمیشد با این پولا، ولی خب کردید. روزنامه هم میهن دست این در این حرف که زده درست این حرف ممکنه چند سال اقیم شنیدم. دستاورد سفر ابراهیم رئیسی با آفریقا و تهاتر کالا با برخی از کشورها دیگر دستاورد نیست، بلکه عقبگرد نگران کننده است. یکی دیگه نوشته خیلی جالبه. تشتی بحران آب در شهرهای کوچک، آب نیست. اظهار تاسف قالیباف، واقعا تاسف بارم هست که از نشان وزیر زن آقای عزت‌الله زرقامی جو که خیلی دارم با مرد باری این قدران نیست سیمان بوده. این یکی از مشکلات حجاب نبود پوشاک زیبا و ارزان برای زنان است. بی تو چی خواد؟ هیچی طور گردن نمید چیز زدی خواه الله بردن. وزیر بهداشت دشمن موارد دروغ در مورد شرط زنان در جمعه سمیر رو مطرح میکند. راست میگیم کافر همه رو پیش خود پندارد. انسیه خزعلی، این آدم و آدم میدونه این دوزده، آدم و آدم میدونه خیانت کاره، آدم و آدم میدونه اخلاص کرده، عالم آدم میدونه هم برات خاله. بعد این شده مشابه آقای رئیس جمهور دیگه، البته حرف قبلی هست که اینا همه دوره خاصه. راه اندازی گشت های خود روی حجاب دستور رئیسی نیست، دستور عمه من. آقا جون ما به گردن میگیریم، ولی شما دوزیت بکن. من نمیدونم تو دبی تو چند تا ویلا برای چی میخوای، تو فلان کشور چند برای چی میخوای، اینا برای چی هست؟ بعد بخت بیچاره ولگ زده. سید علی یه داور بود، اون سید علی ده. مدیری که به من سکه رشوه داد الان مدامر باشگاه لیگ برتر است. اما امسال تاییدیه خودمه. من راجع به عاشورا و چه راجع به محرم و عاشورا صحبت خواهم کرد. خب اینم به عنوان آخرین خبر بخونم.
دستاوردهای سفر به آفریقا که آقای رئیسی رفتم برگشتم سه سفر رفتم اومدم، دستاوردهای سفر به آفریقا زیر سوال، روزنامه هم‌میهن، تجارت ایران و زیمبابوه از هزینه سفر شمول کمتر است. درست، ولی خب ما جهت کشور رفتیم دیگه، اسم آمار میخوام بدن. امروز 27 تیر ماه ون گشت ارشاد خاص خانم بی‌حجاب رو ببره که دم مردم رشگر و رباطی کشیدن. این اولین برخورد قاطع مردم به ماشین گشتاپو بود. امیدوارم این نیروگو باشه برای کل شهرهای کشور. چه بشه واسه مثلا مردم این کارو میکنن چون اون اشتباه کردن برگردوندن. اون دفعه قبل مردم باید کارو میکردن بعد گفتن یه فشور جمعش کردن تاسینا. ولی وقتی برگشت مردم دیگه میدونن چیکار بکنن. اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر فعالیت گشت ارشاد در میانه محکومیت جهانی. هیچ فرق نمی‌کنه. پوست گرفت. متأسفانه خبر خوبی نیست. سد فریمان کاملاً خوش شد. یکی از عجیب‌ترین سدها و یکی از پرآب‌ترین سدهای کشور. اتیابی تهیه کننده و کارگردان تلویزیون اول خودش رو درست کند بعد دوباره نظر به بخش خصوصی باشد. جانشین فرمانده انتظامی کشور دشمن میخواهد بی‌حجاب‌ها را با سمت برهنگی سوق دهد. یادته؟ با او رفیقه تو آمریکا. خب آمده بازگشت پهلوی، بازگشت اعتبار جهانی ایران است و بدون شک اتفاقی میفته. کار کنار میکنه، تسلیم در کار. ایام میخوام بگوتون خوش تا که دو سالی کلیپ بعدی را میذارم راجع بحث که اون بالا چه خبره، چیجور شده که تمام اینو با هم اختلاف برخورد کردن، چطور شده که هر کس فقط گوش رئیس خودش گرفته، موضوع جایی که بوده. و این خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. ایام میخوام بگوتون خوش.